چند سال پیش جنگل ابر تهدید اصلی که جنگل ابر داشت بحث احداث یک جاده بود بین شاهرود و علی‌آباد که مصوب دولت نهم و دهم بود. خوشبختانه با مقاومت جدی فعالان محیط زیست در شاهرود اون جاده اجرایی نشد و جنگل ابر حتی ارتقا پیدا کرد به منطقه حفاظت شده. اما الان جنگل ابر وضعیتی بهتر از گذشته نداره، شاید به مراتب خطراتی که تهدیدش میکنه متعددتر شده. جنگل ابر رو الان هجوم گردشگری لجام گسیخته تهدید میکنه. هر تعداد آدم با اتوبوس و مینیبوس و ماشین شخصی و موتور و هر جور که میتونن بیان. هیچ گونه آموزشی، فرهنگ سازی یا نظارتی بر این حضور وجود نداره، هیچ گونه. کاملا اونجا رهاست جنگل ابر. از یک طرف 3 سازمان متولی داره که هر کدوم مدعیان ما متولی جنگل ابریم، اما پای پاسخگویی و جوابگویی که میشه هیچ متولی نداره و هر کدوم از شونه خودش خالی میکنه به گردن دیگری میندازه. یه تعداد زیادی آدما با آفرود ماشینای کمکدار تو جنگل جولان میدن، مراتع رو زیر و رو میکنن، چمنها رو زیر و رو میکنن، یا برای تفریح و لذت یا برای درآمد. هیچ کسی جلودارشون نیست. خیلی از گردشگران میان ماشینشون رو میبرن پای درخت که تو سایه باشه. اون زمین درخت نباید انقدر کوبیده بشه. کنار تنه درخت، روی ریشه های درخت آتیش روشن میکنن. گاهی برای سوخت شاخه های خود همون درخت رو میشکنن. فعالان محیط زیست بارها و بارها اقدام کردن، بارها پاکسازی کردن جنگل ابر رو، بارها تلاش کردن که آموزش هایی رو ایجاد بکنن، نهادینه بکنن، ولی با این تعداد مسافر که از همه کشور دیگه الان دارن میان، کی میتونه حریف این داستان باشه؟ بعضن به کسانی این وظیفه داده شده که بیان شما ورودی از افراد بگیرید برای اینکه خدماتی بدید. اونا خوب استقبال میکنن، از 5000 تا اگه بیش 10000 تا هم خوشحال میشن، درآمد داره براشون. ولی جنگل آسیب میبینه، ظرفیت جنگل و طبیعت برای گردشگران محدوده. حکایت جنگل ابر اینه که باید بیان براش یک برنامه مدون علمی و کارشناسی شده تبیین بکنید. صرف این که بگیم منطقه حفاظت شده اعلام شده و حالا دیگه به قول معروف دست اندازی بهش اتفاق نمیفته، این کافی نیست. الان بزرگترین موزلش اینه که براش هیچ طرح و برنامه علمی و دقیق و مدونی وجود نداره. یعنی چی؟ حداقل اینه که باید یه آمایش سرزمینی اتفاق بیفته، بیان معلوم بکنن میزان ظرفیت این منطقه برای پذیرش گردشگر چقدره. یکیش اینه. یا حتی دام، مثلا ما الان همچنان میگیم منطقه حفاظت شده و در واقع گردشگری، ولی مثلا دام هم سر جای خودش هست. بعضی از آقل‌های گوسفند توسعه دادن، سازه های بتونی و مدرن ساختن توش، اصلا این در واقع تناقضه. یه سایت مرکزی داشته باشه، یعنی بیاد معلوم بشه کدوم بخش از جنگل ابر باید برای عموم باز باشه، کدوم بخش باید با مجوزهای خاص باشه، با لیدرهای شناخته شده و معتبر برن تو منطقه و گشت‌زنی بکنن که اینا قابل کنترل و مدیریت باشه. یه دفعه 80 نفر 200 نفر آدم رو میبره توی مسیر پاکوب تو جنگل و بعد زباله هاش میمونه و تخریبش و اینا. در حال حاضر یه کاری داره انجام میشه. این کارها کاملا غیر علمیه. یعنی شما ببینید مثلا سطل زباله نصب شده توی چند تا از پهنه‌های بزرگ که مردم میرن. خب این سطل زباله یعنی چی؟ یعنی شما میگید آقا زبالتو بذار اینجا. خب بعد که گذاشت کی میبردش؟ این بزرگترین داستانی که الان توی جنگل ما باش مواجهه. گردشگری بی برنامه، بدون غیر علمی و بی ضابطه.